یه دقیقه بلند شید، همتون بلند شید، همتون بلند شید. یه سری برگردید، برگردید دور دور دور، ترن بک ترن بک، بچرخید 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 بچرخید. این با این نامه ها رو باز کنید و در رو نگاه کنید ببین کی میاد تو. آره اول آقا نامه رو واکن از صندلی جلویی. نامه رو واکنید، در رو نگاه کنید. یک دو در رو ببین، در رو یک دو سه. خانواده ها شدن خوبی؟ خب بفرمید. نه حال نکردم، به دست رو سرمون میشینی؟ اگه نمیشینی هم اوکیه ها. خب من یه کوچولو توضیح بدم بعد پاتوق آینه ها. تقریبا یک سالی هستش که صحبتش به واسطه گفتگو با آقای رایفور انجام شد، شکل گرفت و الان شما دارید بازخوردش رو میبینید. دهه 80 با حال، دهه پر انرژی، نفوذی ها خانواده هاشون که بالا نشستن. حالا گفتم اینا که دهه 30 و 40 و 50 هن. آره و ما امروز راجع به من یه لحظه بچه ها من درکتون میکنم، این شور و هیجان رو یه دقیقه کنترل بکنید. من از زمانی که جذب مؤسسه شدم صحبت کردم براشون، زمانی که سالار اومد و من گفت بشین 2012 رو بریمیست، بعد سید اومد شروع کردیم ما خرخر کردن و شما یه جمله ای اونجا یه جمله ای تو جلسه به ما گفتید خواه. که من دوستم اونو الان به بچه ها بگید. چی گفتن؟ گفتین که کار برای امروز زمان دقیقاً از کجا شروع میشه، ما باید چیکار کنیم، ما به عنوان یک دهه 80 هدفمون باید چی باشه، قدممون از کجا باید بگذره و من باید به چه نتیجه ای برسم. این چیزام بدین پایین لطفاً، سقفم بدین پایین، ما در خدمت شما. بله من صدا واضح براتون میشنوی؟ منظور به این من این قرتی بازی خیلی عادت ندارم، حتما میکروفون جلوی چشم باشه. خب خدمت شما عرض بکنم، این سوال اساسیه که می‌کنم همه ما باید واقعا خودمون بپرسیم. حواستون به من باشه. این که اصلا برای چی داریم زندگی می‌کنیم؟ اگر این زندگی که خیلی های کسای دیگه دارن اینجوری زندگی می‌کنن رو بخوایم مقایسه کنیم با انسان‌های نخستین خیلی فرقی نداریم. اون انسان نخستین مثلا صبح بلند می‌شده می‌رفته دنبال شکار گوزن، تا شب خودش رو علاف می‌کرد، گوشت می‌آورده، مثلا خودش و خانواده‌اش مصرف می‌کردن می‌خوردن. خب ما میریم کار میکنیم، پول در میاریم، میریم از قصابی گوشت میخریم، یه خورده این روند و مکانیزه و خوشگل رو تر تمیزش کردیم، اتفاق خاصی نیفتاد. پس ما خیلی با ناندرتال ها از این جهت خیلی فرقی نداریم با انسان نخستی، اما خب ما دوست داریم فرق داشته باشیم. حتی یه خورده بدتر در مورد بعضی از افراد میتونم بگم که حتی زندگی متاسفانه غیر انسانیه، نمیخوام بگم حیوانی، بفهمم نگفتم حیوانی. و اینکه خب یه مثلا گوسفند چیکار میکنه؟ به دنیا میاد، بزرگ میشه، جفتیابی میکنه، جفتگیری میکنه، زاد و ولد میکنه، بزرگشون میکنه، بعد میمیره. خب خیلی آدم ها در اینجور زندگی میکنه، چه فرق؟ تازه به نظر من اونا راحت ترن، نه مشکل ازدواج دارن، تو گله یکی خوششون میاد تماشون، بعد نه مشکل خریده نمیدونم چی و یه چوپونی هست برشون میدونم یارشون میگه اینجا بچرید میچرن، شب میارن تو آغل و بعد مرگشون هم خیلی سختی نداره، سر این چهار تا رگ رو میزنن، خون به مغز نمیرسه، زیاد درد احساس نمی کنن، تو بستر بیماری و نمیدونم درد و مشکلات و چیزا ماها داریم ندارن. پس ما دوست داریم که بنا به تعبیر قرآن اولای که کل انعام بل هم ازل نباشیم، یه دی مثل حیوان هم بدترن، چون واقعا یه گرگ تهش مثلا 100 تا گوسفند رو خفه میکنه، نمیتونه یه دکمه بزنه 95000 نفر رو بکشه، که یه بمب انداخته 95000 نفر مردن، دومی رو زده 65000 نفر مردن. اسم بمب اول گذاشته کید،
پسر بچه، بوم دوم گوشه فتمن، مرد چاق. دوتایی که کاری ازشون بر نمیاد مثلا. بعد کل انعام، کدوم گرگ گرگ غلط بکنه همچین کارو بکنه؟ گرگ کاری که داعش کرد رو میتونه انجام بده؟ نه. یعنی ما هوشمون رو استفاده میکنیم برای جنایتکاری بعضن. پس ما میخوایم فرق داشته باشیم. کی اینو میفهمیم؟ از همین سن و سال. تو همین سن و سال اگر تو ذهن شما همچین چیزی اومد که من خواهم متفاوت بشم. همتون هم دوست دارید متفاوت بشید. چون آدمی داره، ایرادی نداره. همتون دوست دارید معرض دید بقیه باشید. دوست دارید دیده بشید. دوست دارید بقیه اداتون رو در بیارن. بیشتر از اینکه ادای کسی رو در بیارید که این اول شروع کاره، یه خورده پیش میرید و به نتیجه میرسید که اصلا کاش بقیه ادای منو در بیارن. خیلی بهتره که بقیه از من الگو بگیرن. دوست دارید توی پیج اینستاگرامتون لایک جمع کنید. دوست دارید پستتون دیده بشه. حاضرید به هر در و دیواری بزنید که این اتفاق بیفته. واقعیت رو میخوایم دروغ بگیم به خودمون. یه خوبی نسل شما داره که به خودتون کمتر دروغ میگید. من تو دهه 80 دیدم نسل‌های قبلی 70 یا 60 یا خودشونو گول میزنن. شما صادق ترید با خودتون. نمیگم کاملا اینجوری دا تر، یه خورده بیشتر. و نه تو شما خلوچل است. بعد چون این خلوچلیه، آدم نه خوش گول بزنه. آدمی رشد میکنه که واقعیاتو بپذیره. آدمی حرکت میکنه که بدون کجا وایستاده. مثلا شما از تهران خواهی بری شمال. میدونی تهرانی میخواهی بری شمال. اما وقتی شمالی که دیگه حرکت نمیکنی به سمت شمال، همون جایی. اگه یه نفر توهم بزنه فکر کنه شماله، حرکتی نمیکنه. اما میگه من تهرانم، میخوام برم شمال. سخت راه نم، چالوس بسته است، چی شده ترافیک از این قصه ها. اما میبینم میرم یه روزی. بالاخره میرم. و سمت قم نمیره. میره سمت شمال، سمت جنوب نمیره تهران. اینا رو بپذیرید. بپذیرید ایراداتتون رو بچه. اگه میخواد پیشرفت کنه. پس اول هدف، برای چی داری زندگی میکنی؟ من چند وقت پیش دانشگاه شریف بودم. گفتم چیزی بگم ناراحت نمیشید؟ گفتن نه. گفتم خیلی از شما با عمله هیچ فرقی ندارید. عمله یعنی یه نفر پول بهش میده میاد سر کار. تو میگی من فقط مثلا فوق لیسانس بگیرم، اون عمله آجر میذاره رو هم، من کیت فلان رو نمیدونم چی طراحی میکنم. برات اصلا مهم نیست کارفرماتون کیه. بعضی از شما اپلای میکنید میرید آمریکا. یعنی کارفرماتون چه ایرانی باشه چه آمریکایی. براتون کنه مهم نیست این کیتی که دارید طراحی میکنید مثلا توی موشک ایرانی استفاده میشه نهایتاً، یا توی F-35 آمریکایی که بمب بریزه رو سر کله همسایه‌هات و خدای نکری روزی سر کله مردم خودت تو. خب اون کسی که پول میگیره کار میکنه. پس به نخبگی و هوش و اینجور چیزا هم ربطی ندارد. برای ما تو روایت داریم که خیلی از اهل بهشت ساده دلان، آدم اینجوری بی قلقشو همچین زارت میرن بهش. بعد ماهایی که رندی داریم سر پل صراط پوستمون کنده است. اینجا اینجوری کنیم چرا؟ چون بس که پیچیده ایم. با خودتون و خدا صاف صادق باشیم. خود من ایراداتو دارم. من زود خشمگین میشم. من ایرادات خودم رو نمیپذیرم. من نقد بهم وارد میشه مثلا قبول نمیکنم. بپذیریم مثلا. خب بعد اون موقع میگم اینجا وایستادم، اصلا تو حزیز ذلتم ته اسفل و سافلینم، اوضاعم خرابه، میخوام برم بالا. میتونی اون موقع بری، نگران نباش. و اینم از این جلسات موفقیت نیستش، حرفی میاد مردم رو گول میزنن شما میتونید، شما میتونید کوه و جا به جا کنید. نه چرت و پرت هم نگیم. خب نه، شدنیه. اینی که میخوام بگم واقعا شدنی. انسان اگه تصمیم بگیره واقعا اراده عجیب غریبی میخواد داره انسان، اگه بخواد میشه. خب اینم از این. حالا کجا میخوایم؟ ما میگیم که به یه دنیایی داریم فکر میکنیم که توش آدما واقعا با هم برابرن. الان برابری نیست، در کشور خودمون هم نیست. اینم بدونید جمهوری اسلامی هم مدعی نبوده کامل میتونه برابری به وجود بیاره. اگه میشد که اصلا ظهور میخواستیم چیکار؟ نه آخوندام نمیتونن. خب کار سختی در پیش داریم، اما میخوایم نزدیکتر بشیم، زمینه سازی کنیم، تمهیدات بیاندیشیم. تو دعای چیزا میگیم ولی ممهدین اللهم بتمکین. ممهد دیدید میگه اونا تمهید کردن برای کشتن امام حسین، ما میخوام تمهیدات بیاندیشیم، مهد گهواره آماده کنیم، بستر آماده کنیم برای ظهور. خب ظهور هم یعنی چی؟ ما نمیگیم مثلا میتونه نگاه غربی ها نگاه کنیم، هر چی فیلم بعد 2000 ساختن عموما همه آخر الزمان، یعنی اونم دارن به این فکر میکنن. و دنیا خسته است، خسته از کرونا، خسته از جنگ، خسته از جنایت، خسته از دروغ، خسته از
همه چی، خسته از داعش، خسته از آمریکا، خسته از ترامپ، خسته از بایدن، خسته از همه، ببین همه دارن مینالن تو دنیا. و میگن آیا کسی هست به ما رو نجات بده؟ خب فکر کنیم اصلا امام زمان وجود نداره بچه. فکر کنیم نیست. جامعه ای که به خوبی فکر میکنه، به روشنی فکر میکنه، یعنی مبدأ کجا قرار داده؟ خب این خیلی موتور محرک قوی تری داره. و برای مقایسه خودش با من، شما مثلا بخواد تاش بگید ژاپن، نمیدونم مثلا سوئیس، و میگه بابا این که کشک پیشه اون جامعه آرمانی که من تو ذهنمه، خب که همه با هم برابرن، مریضی پیدا نمیشه، گرگ و گوسفند کنار هم دیگه مشکلی ندارن، یعنی کنه و غریزه هم داره کنترل میشه. ببین یه صدی گذاشتی که هیچکی نمیتونه بالا سرش نمره بده. شما یه روزی من بابای من ارتشی بازنشسته است، میرفت من رو بعضی موقع میبرد پادگان، من میدم همش احترام میزن، خیلی حال میکردم. گفتم منم دوستم ارتش میشم. گفت بابا من دوست داشتم چی بشم، شدم این، تو بخوای من بشی که بیچاره ای. پس هدفتون رو باید بالا بذارید، منتها بپذیرید کجا، برنامه‌ریزی کنید، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، و بهش برسید. یه ایراد دیگه تو سن شما هست، نه تو نسل شما، تو سن شما، توی دهه 80 بیشتره، به خاطر این خیلی تصویری تر شده. شما ما درک از دنیای بدون موبایل داریم، شما ندارید. شما به دنیا اومدید موبایل وجود داشت. خب ما نه، ما یادمونه زمانی که موبایل نبود. ما یادمه زمانمون که زبانی که حتی تلفن ثابت هم همه خونه ها نبود. یه همسایه تلفن داشت، مثلا فک و فامیلش زنگ می‌زدن، می‌گفتن برو مثلا سقر خانم صداش کن. تلفن رو می‌ذاشتی 10 دقیقه دیگه زنگ بزن. رفت سقر خانم میاد خونتون میشست، بعد جلو همه بعد بنده خدا حرف می‌زد مثلا با یکی دیگه. شما با این شبکه‌ها شما بزرگ شدید. اصلا اینجوری بهتون میگم، عضوی از بدنتونه. عضوی از بدنه که بیرون قرار گرفته. تکنولوژی هم پیشرفت کنه میاد تو بدن. نالا شک نکنه یه روزی میرسه یه چیزی شبیه همین. یه انگشتره تو دسته. حتی مثلا چه میدونم یه چیپستی که زیر پوست سر قرار داده شده و با همین تماس میگیری، صدا رو میشنوی، قطعاً خواهد شد. من امروز دارم اینو میگم، قطعاً خواهد شد. از نظر علمی هیچ منعی بابتش وجود نداره. آزمایشایی هم کردن به یه سری نتایج هم رسیدن. خب پس عضوی از بدنتون، شما موبایل رو دست و پای خودتون میبینید. از این نوار کاست ها دیدید حالا؟ آره. یه کلیپ دیدم چند وقت پیش، دیدم یه سری از ده هشتادی های امریکا با اونا نشون دادن، بعد میگن این چیه؟ بعد اون میپرسه باباش که با این چیکار میکنم؟ گفت با این گوش میدادن، آهنگ گوش میدادن. بعد این نوار رو گرفته دم گوشش تکون میده، نمیفهمه. خب آره، مثلا مثلا شاید ما اینجا ده هشتاد، بین هشتاد تا هشتادون اینجا 9 سال فاصله است، اونا هم ده هشتادی آخره، آخر ده هشتاد اونا. خب منظورم که ببینید تکنولوژی پیشرفت، من شما رو کاملا میفهمم. به شما میگن جنریشن زی، نسل فرانسوی، نسل آخر، نسل زد. خب یه چیزی که تو شما پررنگه اینه که یکی دوست دارید بیشتر دیده بشید، خب و محیط روتون خیلی اثر داره. یعنی چی؟ خیلی. یعنی یه نفر بهتون که خاک تو سر بدبخت بیچاره عمال بی سوادت کنم، میریزید به هم. یه نفر ازتون تو خانوما بیشتر، تو یه نفر مثلا اینا با من میگه فلانی بعد دماغت گنده درک، من مهم نیستش. ما مردا یه خورده شاید به اون بر بخوره، اصلا ما مردا اینطور. اما وقتی به خانم بگی مثلا تو دماغت گنده است، اون نابودش کردی. خب به روش شاید نیاره، اما نابود شده رفته. بعد میره جلو آینه وای میسته، این ور اون ور، بالا پایین فلان، این طرف اون طرفو به جراحی فکر میکنه. خونه باباش نتونست، خونه شوهر نشد، میره سر کار خودش، میره یه روز حتما این کارو انجام میده. و یک خورده به اون چیزی که پسند اجتماعیه و لایک بابتش میشه گرفت نزدیکتر میشه. خب پسند اجتماعی که تمومه؟ هیچ وقت. فردا میگه حلقه بنوز، باید بنوزی. تتو بزن، تتو باید بزنی. رو کلت را برو، را میری. میخوان ازت. اما اگه به این نتیجه رسیدی که نه، من جریان سازم. ببین من بچه بودم اون موقع ما عکسای آدامسو در میوردیم اینجوری باش بازی میکردیم. نمیدونم میفهمید یعنی چی. برگاهی انقدر انقدی ببرید بچینید رو هم دیگه، اما بالایی ها میفهمن من چی میگم. خب شما ورق بازی میکنید فلان فلان شد، اونا رو با دست نمیشه. آره خب خوبه، خلاص اوکی، حله، بزرگید. خب بعد من مثلا اون موقع هریستو استویچکوف مثلا عکسشو داشتم، نمیدونم هوم باسن عکسشو داشتم، هلندی بود، پدران آره مثلا فوتبالن، بعد پله نمیدونم چی چیو. یه روز یکی از
فامیلام تو شکلات خوری نارو نگه میداشتم. یه فامیلام اومد گفتش که بلا نیوت بله. اینو چه نگه میداری؟ من چند سالم بود؟ حتما هرچی بود قطعا کمتر از دوم ابتدایی بودم. چون دوم ابتدایی بودیم از اون محل رفتیم. من یادم هرچی بود قبل دوم ابتدایی. گفت یه کاری کن یه روز مردم عکس تو رو بزن تو جیبشون. به من بچه مثلا 6 7 ساله تاثیر گذاشتم. رفتم بالکن طبقه دوم بودیم. همه بچه محله رو صدا کردم. اینا اومدن گفتن چی؟ گفتم بیاد اینجا. حتی شکلات خوری اینا رو میپاشیدن بیرون. آقا اینا این اسکوید گیم رو کله هم دیگه میرفتن بالا این کارتر رو بگیرن. و یه حس خوبی داشت برام. ما چرا باید این کارو کنم؟ خب یه بچه مایدار تو معلم بود نامت میرفت باباش یه بسته آدامس میخرید. عکسش تون تون در میاد الکی من خالی میبست میگفت اینا رو بردم. مثلا میخوام بگم اینجوری بود یه کارت داشتی یعنی نشانه مهارت تو بود. خب تهش مثلا ما آتاری بازی میکردیم. آره چه اوضاع خراب بود. سگا بعدن اومد. میکرو بعد استگا اومد. خلاصه این که اگر اینی الان فصلی که باید تصمیم بگیری. اگر اینی تو هم مثل بقیه. بقیه هم که گفتم چی انا اول جلسه. اگه نه میخوای تو جریان ساز باشی باید از همین تصمیم بگیری. دانشجو بودیم وایسادیم کنار درخت تو دانشگاه سیره درخت توی حیات سیگاری بار گذاشته بودن بچه‌ها. خب تازه این چیزا مود شده بود. بعد اینا میکشیدن اینجوری بعد دست به دست میکردن دیگه. کرونا هم نبود. بعد اینا کام میگرفتن میچرخید. به من که میرسید میدونستن اصلا من فایده نداره. این که اسکله بعدن. هر دور میچرخید. این که اسکله. این که اسکله. ما رو به من اسکله. خب من. ما دودخوره میشدیم اون وقت. خب. آره دودخوره شدم قبلا یه بار براتون. بله چشم. بعد پس چی؟ تو باید جریان سازی بکنی. خب حالا همون آدما مثلا واقعا باید 6 ماه 7 ماه وقت بگیرن بخوان منو ببینن. نه که بخوام براشون کلاس بذارم، من برای اونم رفیق بازی ام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقت ندارم. اونجا من نمیتونستم مثل بقیه بگم من از این اتهام تبر. آره بدید. ولی الکی تو دهنم نگردم فوت کنم بعدم بیرون. پذیرفته بودم اینو. انقدر محکم بودم که اینو چی؟ نپذیرم. یا مثلا تو دانشگاه همه دنبال دختربازی بودن. طبیعیه اصلا نر و مادر ریختی کنار هم دیگه، آتیش پنبه گوشی کنار هم دیگه. خب بعد اینا حواسشون هست که این اونو نبینه اونو نبینه چجوری جواب بدم که اون خوشش بیاد. اصلا بچه‌ها سر کلاس با استاد مثلا ور می‌رفتن فقط مثلا اون دختره خوشش بیاد این پسر. می‌بینیدیم دیگه. الانم میگن با اینا دروغه دیگه. هر کی تو محیط دانشگاهی این چیزا بوده اینو دیده. خب بعد تا قبلش هم تا پیش دانشگاهی جدان یهویی کم دیگه می‌بینن اصلا رم می‌کنن. خب بعد مثلا من مثلا اصلا برام مهم نبود که اینا من چی فکر میکنم. اصلا برام مهم نبود. مثلا برای اونا درس جواب نمیدادم، برای اونا کاری نمیکردم و دقیقاً اثر عکس گذاشته بود. یعنی چی؟ یعنی بیشتر مورد توجه می... این چرا تحویلمو نمیگیره؟ متوجه چی میگم؟ من میگم مثلا خیلی خوشتیپ بودم فلان نبودم. اینا یکی دیگه از واقعیتاست که من خودم میپذیرم. خب اما خب میدیدم که آقا مثلا چه میدونم فقط من کافی بود مثلا بگم آقا کسی از جزوه بده 60 نفر اینجا جزوه میدادن. بعد اونی که هر روز رو به خاطر دختره رو کلش رو میرفت پشتک میزد وارو میزد قلب میخورد دو زمین اون بدبخت مثلا آره بعد از مننت میکشه. میخوام بگم به خودتون فکر کنید. اگه بخواید به بقیه فکر کنید باید 8 میلیارد مدل رو زمین زندگی کنید. خودت به چی رسیدی؟ همون مدل پیش برو. نه که الزاما هر مدلی توریستی کار درستی ها نه اینطور نیستا. بپذیریم اول اون مدل درست چیه پس اون هدف زندگی. بعد چیکار کنیم؟ حالا طراحی کنیم بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت. آقا تهش میخوام استاد دانشگاه بشم. خب که چی؟ عقده‌ای مثلا دنبالت بدون نمره ازت بخوان؟ یعنی که چی؟ این سوال که چی صد بار تو سخنرانی گفتم. مهمه. هر کاری میخواد بکن که چی؟ به قول آخوندا ثم ماذا؟ و بعدش چی؟ ها؟ آره. که چی؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ مثلا من رفیقا میومدم گفتم بیا بریم بیرون. ببینیم چیکار کنیم. بیا دور بزن. خب این یه دور زدن بی هدفه. خب بعد فکر کنم اوه این این سختگیره بوده. نه. ما رفیقامون هستن، همکلاسیامون الان بعضیشون ما هنوز هم ارتباط دارن، اینور اون مصاحبه کردن، حتی مثلا توییت زدن ما فلانی میشناختیم. من واقعا اهل گشت و گذار و بگو و بخند و بچهای دفترمون اینجا هست. ما توتی توی دفترمون داشتیم بالای 20 بار 30 بار نماز جماعت رو خراب کرد. بس که خنده اونجا شنیده بود.
صد مدل میخندیدین توتیه. خب یعنی میخوام بگم من که اصلا الان بگو بخند و خیلی هم شوخم، یه جایی حتی مثلا احساس میکنم شوخی ها میخورده، یه دی رو ناراحت میکنه، زننده است حتی یه جایی. خب میخوام بگم نه، من کیف کردم موقع درس خوندن، اصلا این خرخونا نبودم اصلا. بعدا مثلا نمیگم حالا درس نخونید، درس بخونید، منتها من مدلم این شکلی بود، فکر نکنید. اما برام کچی داشت. خب کچی مثلا رفتیم دور زدیم، بعدش چی گفت چی بود کار درست بریم انجام بدیم، باید بریم فوتبال بازی کنیم، حداقل بگیم آقا بریم راه بریم، دیوونم من راه برم همینجوری. خب اگر این تو ذهنتون نشست، من خودم مدیون اون فامیلمون میدونم، اون تو دوم ابتدایی اول ابتدایی تلنگری به من میزنه که این میتونه زندگی من متفاوت کنه. بعدش هم الان نگاه کنید، مطلقا فشار مثلا اجتماعی رو من تو اندازه‌گیری تنظیم سخنرانی هم اثری ندارم. مثلا میگن آقا علی فلان فوتبالیست حرف نزن، چرت گفته و جواب بگیره. خب یعنی حق برام مهمه، حق برام مهمه. آقا موجب ریزش چرا شما مثلا فکر میکنید ببین موجب ریزش مخاطبت میشه؟ بشه. مگه من برای مخاطب سخن، مگه من برای جمع کردن مخاطب سخنرانی میکنم؟ واقعا اینجوری نیست. من الان این کاپشنمو عوض کردم، اومدم اینجا، اون که تو ماشین انتنم بود یه چی دیگه بود. برای چی؟ برای اینکه یه وقت آقا این الان رفت تو ده هشتادی ها مثلا عمدن این مدلی تنش کرد. نه، اون مدلی که تو خیابون میچرخم کت شلواری اصلا نیستم. خب یعنی لباسی که راحتم، گفتم اینجا میام میخورد تا سنگین رنگین تر اومدم. برای چی؟ برام نه که شما برام مهم نباشید، میخوام بگم این مسئله که توهین به شما نیست، که متوجه چی عرض میکنم، برام فکر شما برام مهمه. آقا به فلان سیاسی نپر. چرا فکر میکنید مثلا شما متوجهید به این سیاسی پریدن؟ آقا 30 میلیون بهش رای دادن، 20 میلیون بهش رای دادن، 10 میلیون بهش رای دادن، خب مخاطباش ناراحت میشن، بشن کارش رو بکنه. اما قرارم نیست بچه‌ها، چون دیگه فقط میخوام بعد دیگه کلا مردم رو فراموش کنیم، بزنیم فاطمه مردم رو بخونیم، نماد مردمی باشیم. مردم برام مهمن. هر کدام از آدمایی که به من رجوع میکنن، من یک لذت میبرم از اینکه باشون هم کلام میشم، خدا شاهد کیف میکنم از اینکه فرصتی خدا به من داده که بتونم سری تجربیاتمو بهشون انتقال بدم. همینا واقعا لذت میبرم. شاید معمولا بین بچه‌هایی که مثلا کسی که میاد دنبال من دانشگاه، اون زمان که سخنرانی بیشتر بود قبل کرونا میخواستیم بریم، میگفتن بابا انقدر جواب نده بیا بریم، دیر شد. میگفتن ببین وظیفه من جواب دادنه، وظیفه شما منو بردن، هر کس بهتر کارشو انجام بده. شما وایسید تا 11 شب وایسید، من وای میستم. خب اونا میگفت به شما نگفت برونش. بعد منظورم این که اینا رو مبنا دقیقاً برعکس میشه. اینجاست که خدا میگه که خب این آدم محبوبیت رو برای چی میخواد؟ برای حق؟ یو از زمان یشا، محبوبش کنید. یه کسی مثل سردار سلیمانی که محبوب ترین سیاستمدار ایران بوده تو تمام نظرسنجی ها، بعد چقدر براش مهم بوده که مثلا تو قاتلی، تو آدم میکشی، تو فلان، من بعد دفاع از حق اینو میرم، بعد یه جا باید این تکفیریرم بکشم، دعایشیرم باید بکشم. بعد آقا موشک خورده، حالا مثلا کنارش یه نفرم یه آسیبی دیده، واقعیت جنگه، سعی میکنیم آسیب نبینه ها، متوجه چی میگم؟ آدم ها واقعیت رو بپذیره دیگه. حالا شما مثلا تصادف میکنید ممکنه توی جاده، دیگه ماشین سوار نمیشید، اما سعی میکنید ماشین سوار بشید، جوری رانده کنید که کمتر تصادف کنید. با واقعیت پیشان مردم دوستش داشتن، به خاطر مردم هم مثلا پشتک بارون نزده، نمیدونم از این کاری که خیلی ها میکنن برای که فقط برای جذب، نه اینا حزب بادن، مزبزبن، یعنی هر دفعه از تصمیمشون برمیگردن فقط برای یه همچین کسی هیچ وقت باقی نمونه، آدم که مبنا نداره. برید مبانیتون رو قوی کنید، به چیز رسیدید محکم وایسید. من میخوام کلاس زبان برای چی؟ ببین هدفت از زندگی واقعا چیه؟ مبادا هدف ما یه زندگی گوسفندی مدرن باشه، یه زندگی مثلا چه میدونم دیگه خیلی بهتر ناندرتال های مدرن باشه، شکار گوزن رو بردیم مثلا تو قصاب یا این قصه ها. اون موقع است که من اینو با شما قول میدم، تمام شما مستعدید، این دروغ نیست. گالوپ یه نظرسنجی انجام داده با یه جامعه آماری فوق العاده خوب، 800 هزار نفر، میگه ما 34 تا استعداد رو دستبندی کرده، از استعداد ریاضی، استعداد هنری، غیره. تو این 800 هزار نفر میگه یک نفر رو پیدا نکردیم که تمام 34 تا رو داشته باشه، و یک نفرم پیدا نکردیم که زیر 4 تا داشته باشه، یعنی 4 تا رو حتما داره. بگردون پیدا کن به اون استعدادت چیه، تو همون زمینه برو. اونی که ببین
روش سنس داری، حس داری، اون مهمه. اونی که وقتی یادت میفته انرژی دید. بعضی از کارها رو به مغز ما، اینجوری بهتون میگم، مغز ما یه سری کارها رو حال نکنه، نتیجه بخش نبینه، دستورات دیگه میده. مثلا شما سر کلاس ریاضی خوابتون میبره. ببین چرا؟ چون مغزتون میگه اینا چرت و پرت، بخواب. چرا؟ چون نزدیک 25% قند و انرژی بدن و مغز میسوزونه. 1/50-1/60 وزن بدنه، اما 1/3 تا 1/4 انرژی بدنه میگیره. خب نمیخواد قند الکی بسوزونه، میگه نه چرت و پرت بخواب. برای همین معلم ریاضی باید بد اخلاق باشن که ترست بیدار بشه یاد بگیری. یه خورده یعنی سیستم آموزشی غلط اینا رو به این سمت رسونه. نمیخوام راجع به ایراد سیستم آموزشی حرف بزنم، اما نه موضوع بحثمون نیست. خب اینا جدا حاضرام، اما بارا اینا تو سخنه گفتم میگم خطرناک اینا، اینجا گفتم پدر مادرات ناراحت میشن. من صبح مثلا میرفتم سر کار، میادم بیرون مثلا بچه مدرسه یار میدم، انقدر دلم بالاشو میسوخ که نگو. گفتم ای بدبختا همینجوری میشه. به خدا واقعا ربات همه رو یه شکل، حالا شما زمان شما خوب شده، زمان ما همه رو یه شکل میکردن، همه کلا کچل، همه یه روپوشی چی، همه روی سیستم از کوچیک به بزرگ باید به ترتیبی که ما میگیم بشینید. بابا این سرمایه، اون گرمایه، این سردیش کرده، اون گرمیش کرده، این دیشب ننه باش با هم دعوا کردن، اون یکی نمیدونم صبح دیر از خواب بیدار میشه، ویندوزش دیر میاد بالا. خب تو اینا رو یه جا میبری کنار هم دیگه، همه این ساعت همه ریاضی، این ساعت همه ورزش، این ساعت همه یعنی چی؟ سیستم آموزشی غلطه. سیستم آموزشی که نمره، بعد سیستم آموزشی که همه رو میخواد همسط کنه. آقا این اصلا استعداد ریاضی نداره، میدونی معنیش چیه؟ اصلا نباید ریاضی بخونه. ماشین حساب گشتم مثلا همین روزا والا. خب بعد اینجا چه جوریه؟ میگه تو ادبیاتت خوبه، ادبیاتت خوبه، ریاضیت بده، برو ریاضیت هم برسون به سطح ادبیاتت. با من خوشم نمیاد، حالم به هم میخوره. بعد میگه چی میشه؟ این میشه که ماها از کتاب بیزاریم. چرا کتاب بیزاریم؟ برای اینکه حالمون به هم خورد اون کتابو خوندیم. خب آره زورکی بوده، اما مثلا این باز خانوما بیشتره. خب مثلا رمان خونده کیف میکنه، رمان حال میکنه، رمان میخونه. بابا این ادبیاتش انشاش خوبه. ببین من تمام درسام خوب بود جز املا، یعنی وقتی امتحان دیکته داشتی من استرس میگرفتم. تمام درسام خوب بود، نمیخوام خودم تعریف کنم، اما اینجوری بود مثلا من معدل میزدم تو کل مقاطع، مثلا راهنمایی اول دوم سوم راهنمایی، چه صبحی چه ظهری، کسی با معدل نرسه. کوری خونه این شکلی بود. خب کارنامه هم هست دیگه. اما جالب مثلا دیکته میرسید دست و پا میلرزید، ناظم با اون دسته داره بود یا با بی دسته، وای همه داره، معلمم داره همینجوری میگه، وای بعدش چی مثلا قبل ترش تو. حالا منظورم چی؟ آخه خب این بخشی بوده که من مستعد نیستم. خب سعی کردم اونو برطرف کنم چون جزء نیازمندیام بوده و برطرفش کردم، یعنی دایره واژگانمو زیاد کردم، جدول حل کردم، خب و تونستم اینو حلش بکنم. چرا؟ چون نیاز، یه جایی اصلا خوشت هم نمیاد، اما میدونی لازم داری. به خود سخت میگه ما خیلی وقتا چیزی که واقعا لازم نداریم داریم یاد میگیریم. آ برای چی باید این کارو کنیم؟ پس تو اجازه نده جریان تو رو پیش ببره به زور. تو جریانو بساز. ببین اثر خوبی داره. من نمیگم اثر. ببین مثلا من یه پسرخاله‌ای دارم، این خیلی ریاضیش بد بود بنده خدا. این خاله ما گفتش که این باباش هم همین دیروز فوت شد، یه صلوات برای شادی روش بفرستیم. بعد گفتم من میام، من سنگو ازش چیز درست میکردم، ریاضیدان درست میکردم. یعنی مدام زمانی دانشجو بودم یکی از خرج تحصیلمو در میدادم ریاضی درس میدادم. بعد گفتم خیالت راحت باشه، گفتم خیالت راحت باشه. رفتیم اونجا، اینا مامان بابایی که مسافرت بودن، اون داداش بزرگترش که اصلا تو باغ تو این چی قصه ها نیست، ابی گذاشته بود اون آهنگ آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. خب بعد من به این اینجوری آموزش میدادم 2x به علاوه 1. چرا؟ چون دو تا بام به درک میخواد درس بخونه نخونه، من ربطی نداره. اون بعد آهنگشو گوش میکرد، بعد هر کاری میکرد تو مخ این نمیرفت. بعدش میشستیم با هم پلی استیشن بازی کردن، درایور که شهر رو میریخ به هم با این ماشین پلیس ها دومده. بعد آره آقا یه هایی شروع میکرد الدو آر یک آر دو آر ده الی، یه نیم ساعت فقط اینو میزد. خب که این زد چیز بشه، زد پلیس بشه، پلیس ها تیر بهش میزدن که اصلا آقا تو چجوری نمیتونی حفظ کنی 2x به علاوه مثلا 1 مساوی 5 رو نمیتونی حل بکنی؟
ببین کار به جای رسید، مثلا بهش گفتم ببین فلانی 4 هفته 56 تا واقعا اینجوری بوده، میگم جدول ضربو نمیتونی حفظ کنی، چون تو اونجا علاقه نداره، چون هورمون پاداش نمیگیره، دوپامین نمیگیره، اینجا میگیره. تو باید بگردی، باید بگردی استعدادتو پیدا کنی. خب استعداد اون یه بحث دیگه است. آقا من تو این حرفای الکی رو من نزن، من تو همین مملکت زندگی کردم. بنیاکن فردوسی پور مهندسی صنایع خونده، والا من بعدن که فوق لیسانس صنایع گرفته بعدن رفته دکتره رسانه بگیریم، چون حالا موجود تلویزیونیم. خب از اول تو باید میرفتی تو رسانه، وقت رو تلف کردی. خب یا مثلا علی دایی میدونید که مهندس دانشگاه صنعتی شریف، تو با فوتبال از اول میرفتی. حاج آقای قاسمیان آخوند روحانی دانشگاه شریف، از اینا تا دلتون بخواد میتونم براتون مثال بزنم. اصلا خود من تو درسی که خوندم که مرتبط به این چیزا بوده، نه من چون علاقه، من توی دبیرستان که بودم بحث دینی میکردم، چون پدرم اونم شغلش حجاب میکرد، شهر مختلف میچرخیدیم، روز با اهل سنت همسایه بودیم، یه بار مثلا من توی شیراز یهودی مثلا همکلاسی داشتم. خب میشستم، چون من علاقم اینه که بفهمم آقا این جریان تاریخی دینی از کجا شروع شده، حق با کیه، حق با چیه. تو این من مثلا دوم نظری بودم، نمیگم از چه مذهبی و چه دینی، چون نمیخوام بحث و مطرح بشه اینجا، اما خب یه نفر مثلا شیعه کردم دوم دبیرستان. خب برای چی؟ برای اینکه به اون کار علاقه داشتم. بعد میدین چی بود؟ برای اینکه گیر و گوره درس رو برطرف کنم، درس رو مغزم میگفته بود تو کلاس خوب یاد بگیر که بعدم وقت واسه این مزخرف نذاری. خب برو کار دیگه تو بکن. علاقم به این بود، متوجهید؟ یعنی ما خودمونیم واقعا، اون انرژیمون باید ببینیم کجاست، اون حسمون کجاست، اونو جهت بدیم بریم جلو. به استعدادتون علاقه نداشته باشین، هم نکته درستیه. ما بعضی موقع مستعدیم توی چیزی، بعد نسبت به اون سنس نداریم. خب یا باید خیلی استادانه و این مهارته اون علاقه رو در خود ببین. مثلا من میفهمم از کتاب بدم میاد، باید مغزم رو گول بزنم، به این بخش از مغزم علیه بخش دیگه از مغز توفیق میکنه. کی افوت میکنه این تو؟ خب بده من راحت تر. خب این بحث شد. خب حواستون من باشه، چی داشتم میگفتم حواسم پرت شده. یه بخشی از مغز علیه بخشی دیگه طغیان میکنه، کودتا میکنه، میگه که من میدونم کتاب خوندن برام خوبه، اما چرا کتاب بدم میاد؟ باید نقشه بکشی گولش بزنی. یعنی چی؟ مثلا از کتابای کم حجم و تو موضوعی که دوست داری شروع کنی، بعد چند وقت گول میخوره کتاب خوشش میاد. یعنی واقعا من این کارو کردم خودم، من چیزی میگم خوشم نمیومد، بعدش شد علاقم. میدم اینو بدونید، ببینید ما دقیقاً چجوری رفتار میکنیم. ما دنبال ترشح دوپامینیم، بدونید. اصلا من به این یه هورمونه، خب هورمون پاداش، شما حتی گوشیتون رو برمیدید چک میکنید، هی این دوپامین ترشح میشه. بعد دیدید بیماری چک گوشی میگیرید، بیماری یخچالگردی، نابوده این، میگه وای وای وای. خب نه، برای چی بچه ها فکر میکنید؟ برای اینکه رفتی اونجا، ببین غذا خوردی، قند به مغزت رسیده، پاداش گرفتی، شرطی شدی. خب اینجا ما میتونیم خیلی استادانه خودمون رو به کار درست شرطی کنیم، خودمون این کارو کنیم و اون چیزی که داریم شرطی سازی من بد میشیم بهش بگیم منفی، جلوشو بگیریم. این دقیقاً همونی که تو اسلام بهش میگن مقابله با نفس. فوق العاده است. هر بار شما مغز داد به جلوشو گرفتی، جلوش وایستادی، تحلیل از اون بخش مغز، هر کاری توی یه بخش از مغز انجام میشه، میاد بخش قدامی مغز، جلوی مغز. این جاییه که ما حیوانا با هم فرق داریم. اینجا بخشی که هوش شماست به صورت ویژه، تحلیلگره، تدبیر برای مغز. بر هر چی این ور شما سیناپس بزنید، نورون اینجا ایجاد بشه، خب شما موفق ترید. خیلی عبارت، خیلی بحث دقیق و فنی. یه مثالی براتون بزنم، یه پروفسور استرالیایی من باش ارتباط دارم، ایمیلی ایشون مثلا اومده راست دست و چپ دست رو از هم جدا کرده، به چپ دست میگه با راست بنویسید و برعکسش. بعد میگه اینا پرخاشگریشون کم شده. چرا؟ چون این یاد گرفته که تو ناخودآگاه دست راستو دراز میکنی وقتی راست دستی چیزی برداری. این وقتی جلو خودشو گرفتی، مغز یاد میگیره که سریع تصمیم نگیره، هیجان آمیز و هیجان انگیز تصمیم نگیره. یا مثلا شما فرض کنید مثلا صبح به خودتون عهد بدین، مثلا من یه هفته پیرنم دکمه‌هاشو با دست چپ می‌بندم. این کمکتون می‌کنه، این کمکتون می‌کنه. ما یه دوستی داشتیم زمان ما چپ دست بودن معلولیت بود،
خب جدی میگم، تو کنکور به خدا تو کنکور نوشته بود معلولیت چیه؟ چپ دستم برده باشه تو هم گزینه اون بخش. خب بعد آره اصلا فاجعه بوده دیگه، در حالی که مثلا چپ دستا چون نیمکره راست مغزشون فعال تره دیگه، میدونید این برعکس. بعد اونا مثلا تو یادگیری زبان خیلی قویان. من خواهر خودم زبان ادبیات انگلیسی خونده، بعد میگفتش یه چیز جالب بگم، گفتم چرا؟ گفت ما 14 نفر کلاس ارشد بودیم، 14 نفر 12 نفرمون چپ دست بودن. خب این بهش میگن معنادار تفاوت. اگه مثلا 8 نفر بوده میگفته نه خب یه دونه از 7 بیشتره. ببینید چپ دستا کلا کمترن. خب با اینکه کمتر اونجا این نشون میده که استعداد زبانی دارن. بعد این آیدین بنده خدا رفیق ما با جفت دستش مینوشت. بعد گفتم چرا تو اینجوری؟ ما پنجم ابتدایی با هم میگفت من مادرش معلم بود اگه اشتباه نکنم، میگفتش که چون این بد بوده مادرم از من گفت خب بیچاره تو بعد عادت کن دست راستت هم بنویسی. خب این خیلی خوب. یا مثلا رهبر انقلاب راست دست بوده، در اثر انفجار دست راستش از دست میده. خب توی سن بالا این کار کردن خیلی سخته، با دست چپ شروع کرد به نوشتن. ما مغزمون رو باید به سختی بندازیم خب تا بخشای بیشتر مغز استفاده بشه و اون علاقه رو میتونیم در خودمون به وجود بیاریم. باید الان نمیشه راجع به خیلی حرف زد، پراکنده میشه حرفام، نمیخوام از اصل حرفم بیان بیرون. یه روزی یه فرصتی یه جایی دیگه راجع به من صحبت کردم و بیشتر صحبت خواهم کرد. خب اینو بریم به این سمت، یعنی شما میتونید آروم آروم تو اون بخش علاقه به وجود بیارید. ببخشید یه خورده حرفای بی ادبی بزنم، شما هم خوشتون میاد؟ نه الان نه، مثلا اینجوری الان قند تو دلشم مثلا میدونم دیگه چه خبر اون تو ما هم بودیم دیگه مثل شما. خب من خیلی فاصله نگرفتم از مثلا سن و سال شما، من 20 سالمه. بعد دقت بکنید ببین، مثلا کسی که خود ارضایی میکنه، گوش کنید، کسی که خود ارضایی میکنه هورمون های پاداش جنسی رو برای چیزی میگیره که واقعیت نداره، مغزش رو این میبنده، بعدن تو زندگی مشترکش به مشکل میخوره. متوجه شدید؟ ایناست، یعنی اون چیزی که دین به شما میگه انجام بده خودت میگه. مثلا مثال بزنم، مثلا شما برید سرچ کنید، سخنرانی قبلی هم گفتم آمار کانسر سرطان در دنیا رو برید ببین رتبه بندی کشور، تو 40 تا کشور اول دنیا یه دونه کشور اسلامی نیست. 10 تا 12 تا اول همه غربی و پیشرفته ترین کشوران، آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، سوئیس، دانمارک رو اول اصلا اشتباه نکنم. ببین برای چی؟ پس میفهمی سبک زندگی که به تو گفته اینجوری روزه بگیر، اینجوری نماز بخون، اینجوری نمیدونم غذا رو بخور، این خوب که نخور، اون یکی نمیدونم چی اثر داره. ول کن اصلا دینو، بابا آزمایشگاهی داره نتیجه میگیری. جالبه تو اروپا بوسنی هرزگوین جداست چون مسلمونه. تو کشور اسلامی اولین کشوری که شروع میشه ترکیه و لبنان. چرا؟ چون مسیحی دارن. ترکیه چرا؟ چون سبک زندگی غربی داره. خب این سبک ول کن، دینو بذار کنار، اصلا گذاشتیم که اصلا دینو همش اصلا آخونده ساختن، اوکی حله. من میخوام اینم در عمل چه اتفاقی میفته؟ چون مراجع تقلید نگاه کن، هر کدوم 100 سال دارن عمر میکنن، آلزایمر نمیگیرن تا آخرین لحظه کله مثل ساعت کار میکنن، چه دکتر 60 ساله سکته میگه میمیره. خب چیه فرقی کرده دیگه؟ ها درسته؟ به اینو فکر بکنیم. اون که دین به تو میگه این کار حرام است، گناه دارد، این کار ثواب دارد، وقتی بهش رجوع میکنی کاملا علمیه. من چون به اینا رسیدم، اما من ببین دینی نبوده نرم باشون بحث نکنم، قولی باشون ور نرم، کتاباشون رو نخونم. اگر امروز من اینجا وایستادم یقین دارم به هر روزم داره میگذره این داره افزوده میشه. بعد آدم بسیار سختگیری هستم، این بچه ها میدونن. شما مثلا بپرسید، مثلا اولین بار که گفتن غربی اومدن گفتن آقا دجال آنتی کرایست ایز مهدی، همین مهدی شما آنتی کرایست هست، فکر کن واکنش من چی بود؟ گفتن خب باش راست میگن، بریم ببینیم چرا راست میگن یا دروغ میگن. با این دید خالی از ذهن رفتم بررسی کردم، چرا پژوهش باید این شکلی باشه؟ یعنی مدلم اینجوریه، خطا دارم آره، من آدمم، گفتم معصوم خود نکره خطا دارم، الان برگردم به گذشته خیلی کارا رو نمی‌کنم، بعضی از کارا من حتما مثلا اگه برگردم به گذشته با توجه به نیازمندی که الان دارم، من حتما مثلا زبان انگلیسیمو خیلی تقویت می‌کنم، زبان عربیمو خیلی، که جوری که بتونم سخنرانی کنم. این الان خلأ من این برنامه میرم سخنرانی کشورها، یا میان هی بعد به مترجم بگیم وقتمون گرفته میشه، مترجم چپ چلاق ترجمه می‌کنه، اصلا بعضی موقع برعکس ترجمه می‌کنه،
من یه خورده اون اندازه که گیلیم هم از آب میتونم بکشم بیرون گوش میکنم، یا جون مادر درست تو سوره که اصلا نزدیک بود ما بله دیگه اتفاق خاصی برام بیفته. مترجمه من همین گفتم دولت شما، این میگفت الرئیس، الرئیس یعنی بشار اسد. بعد اونجا من دیدم چشای اینا همینجوری داره، بابا این چه حرفایی داره. من گفتم دولتتون بعد این کارو کنه، مثلا حکومتتون بعد این کارو کنه برای مردمتون. این همه رو داشت میگفت الرئیس. خب بعد من برگشتم گفتم خانم داری یه گندی میزنی، گفتم چشا اینجوری داره میگه. خب الرئیس اینجا مگه یه نفر نیست؟ تو گفت چرا بشار اسد؟ گفتم من دارم میگم خب رئیس دولتونه. گفتم بابا چه حرفی داری میزنی جلو مادرت، شهر برام میخوای درست کنی؟ یا مثلا گفتم علیه ما ایرانی ها 160 تا شبکه فارسی زبان ساختن، ترجمه کرد ما ایرانی ها علیه دشمنان 160 تا شبکه فارسی ساختن. بعد اونا میگفتن دیوونن اینا 160 تا فارسی چرا، دشمن شما مثلا غربیان، بعد انگلیسی درست کنی مثلا عربی درست کنی. بعد به این نتیجه رسیدم ببینید من خب هنر ارتباط، مهارت ارتباط دارم، یعنی اگر یک نواد سخنرانی میکردم چرا شما هم خسته میشدید؟ خب بعد دوست داشتم این هنری مهارت رو بتونم زبان عربی انگلیسی برم، نکردم اشتباه کردم، الان برگردم به گذشته حتما جزء برنامه می نویسم. درسته؟ پس ببینید یعنی به نیازمندیم فکر می کنم، درش در خودم علاقه به وجود میارم، به وجود آوردنی است، بله شدنی است، عرض کردم خدمتتون، و آروم آروم جهل. و الا ببین شما مثلا تاش مثلا درس ریاضیت خوبه باشه، استعداد داری اما علاقه نداری، به این نتیجه برسه من باید در خودم علاقه وجود باشه به وجود. یه مدل دیگه نه من علاقه برم سراغش و سهی جلو هم وقتی ما رو بخوام برم. زمان ما چجوری بود؟ میگفتن که باهوشترا ریاضی، بعدش تجربی، بعدش انسانی، بعدش فنی حرفه‌ای، بعدش کار و دانش. یعنی اصلا دست تو نبود. خب اما الان مثلا طرف میاد پیش من میگم فوق العاده توی طراحی خدمت شما عرض کنم توانمنده، بعد بهش میگم که شما برو انیمیشن بخون. بازارش هم لحاظ میکنم، میدونم دنیا هرچی پیش بره داره حذف میکنه، داره میره تو شبکه‌های اجتماعی، داره میره تو واقعیت غیر ملموس، داره تو فضای وی آر میریم، بعد تو معلومه پول در خواهد آورد، درآمد خیلی خوبی خواهد آورد، چرا این کارو نکنه؟ باهوش هم هست. بعد مثلا پدر مادرش ناراحت، نه این باید دکتر بشه. دکتر چرا بشه؟ میشه تو خونه لم میده با کامپیوتر، دو تا کاراکتر میزنه، چه درآمدی داره؟ من میشناسم مثلا، حالا اسم نبرم، یه بند خداییه، خب الان تو خونهشون لم داده نشسته با خانومش، اصلا کار داخلی را چون خانومش میزنه، یعنی سفارش داده، فقط از خارج سفارش میگیره، حقوقش به دلاره. چون آرمیت چیکار میکنه؟ نه مثلا تو صنف آقای قلی زاده، اگه چون ظاهرا اینجا اومدن میشینه لم میده، مثلا مایی 100 میلیون 200 میلیون درآمد. چقدر درس خونده؟ دیپلم. برای چون بیشتر بخونه اصلا؟ اون من بهش گفتم میگم مثلا ادامه تحصیل، گفتم آره اگه میخواد ادامه تحصیل بدید همین یا انیمیشن بخون یا رسانه بخونین، چیزی که مرتبطه، وقت خودتو تلف نکن، وقت خودتو تلف نکن. من الان به شما میگم پس جو نبردتون. رفیقات گفت درک گفتن، اگه تونستی جلو حرف اونو وایستی بقیه راه درست میتونی، امتحان خوبی واسهتون. آخ تو سر امال اینو ندیدی اونو؟ نه ندیدم. بیکار نیستم مثل تو الف، بیکار نیستم مثل تو الف. بعد یه جالبه فضای آخر زمان اینه که کسایی که کار خوب میکنن خجالت زدن، پروا میگن پرو دارن بگن. ببین اگر شما من آدم موفقی میدونید بیا من جلوتون واسه میگم من اینجوری اومدم جلو، خطاهام هم دارم میگم، میگم یه جایی بعد اینو بیشتر پررنگ میکردم، چه کمتر بعد میرفتم، نمیدونم چه. منو برگردم مثلا میگم برگرد 12 سال پیش که 12 13 سال پیش که سخنرانی شروع کردم، میگم خب این سخنرانی حتما انجام نمیدم، این سخنرانی 10 برابر انجام میدم. آه آدمم گرا میگیرم. استاد بله. شاه چراغه، ارتباط زنده داریم با شاه چراغ، اینا فقط به خاطر شماست. دست شما در نمیاد. الشهيد المظلوم الذي كان كريما جليلا ورعا وكان أبوه عليه السلام يحبه وصلى على محمد ابن موسى الكاظم العابد الزكي.
حسین ابن موسی محمد و آل محمد عجل فرجا. ما چون میدونستیم شما خیلی ارادت داریم به حضرت شاه چراغ، ما از سمت شاه چراغ هم یه هدیه ای رو برای شما در نظر گرفتیم که الان دوستان تشریف میارن لطفا. این خدا وکیلی من نگفته بودن اون. آره این الان احساس میکنم الان در جریان قرار گرفتم. من در اسم آقای علی اکبر رایفور میدونید چجوری انتخاب شده؟ اسم ایشون میدونید چجوری انتخاب شده؟ انتخاب اسم علی اکبر به واسطه دایی شهیدشون بوده که اسم این شهید علی اکبر بوده و به لطف این شهید اسم آقای رایفی پور هم علی اکبر شده. آره اینا ده اشتادی ها شادی ارواح در اوج فاتحه سوتو کف میزنن. یه صلوات بفرستین درست سرمون ها. به به خیلی من اونم الان دیگه اینم فرش حرم هستش حرم امام رضا علیه السلام. بله دست شما درد نکنه. سلامت باشید. یک دنیا ممنون. سلامت دست شما هم درد نکنه. لطف کردید بزرگوارتون. من یه خاطره تعریف کنم. سال 90 و سال 90 بود بگم این کیه؟ نه 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 خودش اول باش نه بگی حالا علی رضا گفته یه وقته این همون آقاییه که از نظر دینی کلن شوت شوت تشریف داشت با هم رفتیم قم تونسا سخنرانی گفتم همینه. خیلی جالب بود یعنی به حدی دکتر چیز بود به حدی خب اصلا مثلا تو این باغا نبود. من یادم رفته این مسجد گوش کنیم بخواستم وضو بگیریم نماز بخونیم گوش کنیم بخواستم وضو بگیریم نماز بخونیم بعد برگشته بود اون موقع که مثلا کارشناس لیسانس آیتی داشتی اون موقع. بله بله. یعنی فکر کنم تو دانشگاه درس خونده بود لیسانس آیتیشو گرفته بود وضو گرفتن بلد نبود. خب بگم یا نگم؟ آره نه بگید. آره بعد دیروش تا تشو رفتی یه دقیقه بعد اینجوری رفتیم مسجد گفتش دیدم من دارم وضو میگم دیدم داره اینجا من نگاه میکنه فهمیدم داره کپی میزنه. خب منم سعی کردم یه جوری وضو بگیرم که قشنگ راحت کپیشو بزنم اینجوری خیلی زمخت و گلدرشت و پانتومی اینجوری میریختم رو آخرش که وضو تموم شد من موهام اینجوری صاف کردم دیدم داره اینجوری میکنه. اینم بخشی از وضو میدونست. اما یه خاطره خفنی ایشون با یکی از روحانیون صدا و سیما داره اینو هم خودش تعریف کرده برام همون خانمی که تو جلسه بوده خانم مجریه. آره همین بوده حالا دوباره بگم اینجا الان مزه داره. بعد خب ایشون مجری تلویزیون شده بود رفته به یه جلسه بعد خواست بود ارتباط بگیره با این روحانی که تو جلسه نشسته بود هم شیخ بود دیگه یعنی عمامه سفید داشت. بعد برگشته بود گفته بود که بذار بحث کنیم. گفتم آخه چرا عمامه مشکی نمیذارید؟ خب مشکی سیدا عمامه مشکی میذارن. بعد حالا گوش کنید گفته چه این بند خودش برخورده بود یعنی چی ما رو اسکلمون کرده گرفته ما رو یعنی چی ما رو بعد این فهمیده بود یه گندی زده نمیدونه چی شده اومده بود جمعش کنه. گفته بود که خب همین تهران نگاه کن پیرن من مثلا هم کرم سفید چقدر مثلا کثیف میشه اگه مشکی بذاری که خیلی بهتره مثلا تو تهران کمتر آلوده میشه. دوم اگر اینجا شو شونید بعد دوم این که مشکی رنگ عشقه چی فرموده؟ رضا صادقی فرموده میخیرم یه عشقی. آلا رضا صادقی علیه السلام. نه من عکس آقا رم دیده بود. کن. سه من دقت کردم رهبر معظم انقلاب بیشتر امامه مشکی میذارن تا سفید. تو ما لام اصلا تو یه بار تو عمره دیدی امامه سفید بذاره که داره. یه عکس اینا با چفیه دیده بوده با شال سفید بوده با چی بوده مثلا. کلاهی بود کلاهی گذاشته بود. کلاه برای حرم امام رضا میرن قبار رو بیار عرقچینو مثلا اشتباه دیده بود.
بعد ببینید اصلا قبول نمی‌کرد این روحانی که ایشون اصلا عمد نداشتیم. گفت یعنی چی؟ مگه تو جمهوری اسلامی بزرگ نشده؟ مگه درس نخونده؟ مگه فلان؟ گفتم بابا شما نمی‌دونید به ملت چی دارید درس میدید. خب واقعا اینا حالا فکر کنید ده شصتیه. ما داریم ده هشتادی ها صحبت میکنیم و همون قصه اون نواره است. چه بسا همینجا واقعا اگه ازتون میپرسیدم آقا مثلا عمام مشکی و سفید مثلا فرقش چی شد، اینجا هم یه چند نفر پیدا میشد گفتم حالا تو میدونستی همه کی میدونستن؟ همه نمیدونستن. آیه سال صبر کن همینا رو خدا وکیل راست راست خدا بزنه به کمر دروغگو. خب کدومتون نمیدونستید؟ نه نمیدونستن بابا، مردم یعنی این. نه آخه اینا طرف خانواده مذهبی هست. ببینه آخه بله، تو خانواده توی خانواده بزرگ شده بزن سید اولاد پیغمبر، سید اولاد پیغمبر. آه نمیدونه. خب ایشون هم مثلا خانوادهش خانواده مدرنی هست. خب دلیل نداشته بدونه. یه خاطره تعریف کنم. ما رفتیم مشهد، من بودم، آقای رایف بود، یه سیدی با ما بودش. رسیدیم دم خونه آیت الله بهجت. گوش بدید، این راننده گفت اینم بیت آیت الله بهجته. گفتم ای آقای بهجت هم هست. حاجی بهش من نگاه کرد، یه اینجوری کرد. گفتم حالا میرین تو حرم؟ خب یعنی من نمیدونستم ایشون مرحوم شدن. یه دفعه رفتیم توی قم، حالا شما فکر کنید تازه مثلا بیت یه مرجعی مثلا دفتر یه دفتر دفترش بود ایشون. دفتر تو مشهد داره، دفتر تو تهران داره. من خونه آقای بهجته. ما رفتیم قم مراجع نشسته بودم. من یهو قاطی کردم. خب منم خیلی آدم جوگیر هیجان، گفتم این مراجع چرا اعزام نمی‌کنید این مرون ور؟ من دیدم رنگ حاجی پرید. اون یکی رفیقمون اصلا حالش بد شد. یادت سید تا یه زمانی میگفت این نفوذیه تو شما. ما رو راه نمیدادن تو من. میگفتم مگه میشه؟ ولی یه نکته بگم، ولی یه برای شما حل بشه. ایشون شنیده بود مراجع اعزام رو با اعزام. من فکرم اعزام میکنن این مرون ور. بعد میگفت اینقدر مشکل بیدینی این طرف اون طرف هست، چرا مراجع میگه فرقش چیه؟ همین من یکی از عظیم میاد، یعنی مرجع بزرگ، یکم اعزام کنیم، سربازی اعزام شد، یعنی را بفرستید بره. میگفت اینا برن این ور اونور مملکت مثلا تبلیغ کنن اگه شبهه‌ای هست مثلا بر... حالا مرجع تقلید نشسته ایشون یا همچین افاضه‌ای میفرمان همچین نویته‌ای میگن. خب ما قفل میکنیم، اما این باعث نمیشد که بنده بین ایشون و آبرویی که ممکن بود ازم بره، چون میدونی که قشر متاسفانه برخی از مراجع اینطوری نیستن، اما بخشی از قشر مذهبی میگن ببین فلانی دوربرش رو کیا گرفتن، متوجه اید؟ میره سراغ همین بچه هایی که از دین هیچی سر در نمیاد. این باعث نمیشد یه وقت من بخوام دست ایشون رو چیکار کنم؟ رها کنم. خیلی برمان. حمایت کردن. من سال 88 دوست اجتماعی من یه سیدی به من داد، گوش کنید در مورد گذشته و گفتش که این گفتش که اینو بگیر و ببین و ببین چقدر احمقانه صحبت میکنه. من یادم این سیدی رو گرفتم، خوابیده بودم، لپتاپ باز کردم، سخنرانی قزوینتون بود. همینجوری من شروع کردم گوش کردن به هدف این که شروع کنم ایراد بگیرم و مسخره کنم. من یک ساعتی وایسادم و تمام صحبت‌ها رو گوش کردم و یه چیزی به خودم گفتم. من موقع مدل بودم، من اولین مدل مجوزدار جمهوری اسلامی سال 84 مکس بود، یادمه که نمایشگاه گذاشته بود، من مدل بودم. رفتم و یادم یه آنتی 666 بود، رفتم و پیدا کردم اولین سخنرانی کجا؟ بسیج خواهران شهید محلاتی. حالا من نمی‌دونم همه خانم چادری بسیج بود. دیدم دو تا آقا نشسته این جلو اینا شلوار پاره جین اصلا یه وضع. رفتم و بعد همش گفتم که آقا من برای امام زمان میخوام یه کاری انجام بدم. خیلی هم توی این حال هوا اصلا نبودم که اصلا شما باید خانواده من براتون درخت بکشم ترسیم کنم بدونید چیه داستان. کوچیکا میخوام بکنم. گفتم امام زمان مدل نمیخواد، یعنی ولی واقعا از ته قلبم گفتم. یعنی من احساس میکنم اگه الان اینجام و من خواستم از امام زمان که تاثیرگذار باشم، امیدوارم که اینجوری شده باشه. و با یه بدبختی خلاصه جمع شدم، همیشه هم حاجی منو حمایت، یعنی شما نمیدونید باید تو اون جایگاه باشید که همینجوری حجمه بهت وارد میشه و یه دونه گلگیج هم بغلته که اصلا تو باید کنترلش بکنی. افتاده حوزه علمیه، برمیگشت سخنرانی، یه گند اساسی زده بود، بعد خیلی برای من سنگین تموم شده بود. آره شروع کردم حرف زدن، بهم گفتن بهم توصیه کردن که آقا این دوربریاتو اینور اونور با خودت نبر. خب بعد من برگشتم گفتم ببین ایشون یه نفر از این جامعه است. خب شما ول کردید این نسلو،
کسی نمیشه باهاتون جواب. من نه تلویزیونتون رو میخوام، نه پستتون رو میخوام، نه چی. من احساس وظیفه میکنم با دوستمه، یعنی اینجوری نیستش. من نه راننده دارم نه کسی. هی جو من با کسی با رفیقم منو میرسونه این شکلی. بعد فردا شب حوزه علمیه معصومیه دعوت به سخنرانی. بعد اینا چیزام نفرستادم. چی؟ آقا زیادش کن خب. با هر جفتش دارم صحبت کنم چیکار کنم؟ خوبه آقا. میگه آخه یه مرده بود گفت زنم گوشاش مشکل داره. بعد ثقل سامعه داره. ثقل یعنی سنگین سامعه. گفت خب چقدر؟ گفت من گفت بگو بیاد اینجا دکتر. گفت نمیدونم. گفت پس این جمله رو که بهت میگم با این توناژ برو تو فاصله بگو، بعد برو جلو بعد میگه هر موقع شنید بیا من بگو براش سمک بنویسم. بعد رفت گفتش که خانم نهار چی داریم ته مثلا اون اتاق خوابه این تو آشپزخونه. بعد دید نه اومد جلوتر خانم تا رسیدم آشپزخونه. گفت خانم نهار چی داریم؟ گفت بابا 20 بار دارم بهت میگم قیمه بادمجون. خب یعنی خودشنه الان فکر کنم تو خودتون مشکله. بعد بلند شدیم رفتیم و اینا حوزه علمی محترم برای ما ماشین نفرستاد. گفت خودتون یه جوری بیاید. ما هم رفتیم ترمینال جنوب سوار اتوبوس شدیم و 2000 تومان کرایه‌اش بود. یادم 1000 تومان 2000 تومان. نشستیم ایشون با خودم بردم چون ناراحت شده بود که آقا من مثلا خراب کردم یه چیزی رو، مثلا موقعیت اجتماعی شما به خطر. بعد گفتش که داداشم هم کیم تو خواب دیده که حرم، یا خودم تو خواب دیدم رفتم حرم امام حسین. گفتم عیبی نداره اینجا میخوام میریم حرم حضرت معصومه شعبه اهل بیت. میگفت نه حرم امام حسین. میگفتم اوکی فرقی نمیکنه. اصلی زده بود نه شیش گوشه بوده مگه نمیگی امام حسین؟ گفتم باشه ولمون میکنی یا نه حرم حضرت معصومه میریم. بعد مثال زدم بس گفتم با امام حسین میگه میخوای بیا حرم نی بروش عبدالعزیز نمیدونم هر کی حضرت فاطمه معصومه رو مثلا بری زیارت انگار مثلا حضرت زهرا رو مثلا رفتی. خلاصه بعد تو فیلم ها طنز گذاشته بود یکم نگاه کردیم با هم. آره بعد اینا چی فرق کرد؟ بدتر شد. زیادش کن ولوم بده. نه نخفته دست یه بچه من میدونم چی شده. بعد خدمت شما عرض بکنم رفتیم اونجا گفتم الان که داریم یه بیکار نباش لاغر یه دوربین بیا فیلمم بگیر. یه دوربین چیز داشتیم هندیکم داشتیم آورد گذاشت. بعد حالا من دارم سخنرانی میکنم ایشون هم مثلا روبرو من وایساده من دارم میبینمش. مثلا حالا بعضی این طلبها بلند میشدن جلو دوربین رد میشدن. خب بعد میگه الان به من میگه حاجی آقا حاجی میبینی؟ من الان به میگه حاجی آقا. بعد آره به من میگفت دوست من بشین دوست من. اینا بعضی اینجوری نگاه میکردن. آره گل پسر مثلا. خب این مثلا الفاظ اونجا اصلا شناخته نشده است. خب بعد که تموم شد ما داشتیم میرفتیم اینا دورمو گرفته بودن شلوغ فلان اصلا یه سوالای چرا انگشتر رفتم وضو گرفته بودم مثلا فیروزه رو انداختم دست چپ هم چرا انگشتر فیروزه از این گیرا که تو ماه میشه مثلا نماز خون نمیشه این چیزا گیر داده. من قفلی زده بودم اینم تو اون شلوغی ها من فقط اینو گرفته بودم این گم نشه اونجا. خب با هم بکشیم آقا رفتیم به اینجا پله 5 6 تا پله بود رفتیم بالاتر. بعد رسیدیم اون بالای پله ها اونا اومدن دیگه اونا راه ندادن گفتم بیا بریم زودتر. یه آقای کوچلوری و اصول قد بلند شده بودم تصمیم دستش گفت بفهمید تو اینا نمیخواست راه بدن ایشونو. گفتم نه ایشون با منه. اومدن فکر کنم ایشون زودتر از من دید اون چیزو. چی بود؟ زری شش گوشه امام حسین داشتن توی اون مدرسه میساختن همین که الان بهشون شمش خواب دیده بود. اینجا وایستاد یکم نگاه کرد گفت دیدی؟ گفتم هر امام حسین. من واقعا اونجا دیدم که دکتر صد از من رد شد. این از من رد شد یعنی هم فیزیکی رد شد هم از نظر من از نظر جایگاه و محبتی که اهل بیت بهش دارن. پس اینا مبنا نیست. من یادمه ببخشید اینجوری میگم ما اعتراف به گناه نداریم تو دینمون. اعتراف فقط به خدا. خب چون من اینو توی سخنرانی قبلا گفتم دیگه اسپویل شده سوخته. خب اما من یادم مثلا دستشو به ذریح نمیزد میکشید آقا میگفت من گناهکارم من دستم به این ذریح باید بزنم. بعد ما رفتیم توی ذریح نفر دو رکعت نماز خوندیم. الان میتونیم ادعا کنیم به قرآن قسم ما تو ذریح امام حسین دو رکعت نماز خوند چون همین ذریح بعدن الان این که نسبه همینه تو ایران ساختن کنار مدرسه معصوم. بعدش هم رفتیم حرم امام حسن عسکری و ذریح امام حسن عسکری و چیزام داشتن میساختن اون ور خیابون اونم رفتیم دیدیم. ببین چی باعث میشه گوش کنید چی باعث میشه من محکم وایستم؟ من اینو معجزه میدونم به چشم دیدم. حالا 100 نفر بیان بگن نیست میگم این علم غیب نداشتین اومد من گفت من دیشب خواب قفلی هم زده بود نه امام حسین بود شش گوشه بود. ولی نکته جالبش میدونی چیه؟ اون ذریح دوم امام حسن عسکری شش گوشه است.
اونم چون برای دو تا امامه، دو تا مزدلفه شش گوشه داریم. اون یکی هم که رفتیم دیدیم امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام، علیه ما سلام، اونم شش گوشه است. خب و امروز از نظر من آقای دکتر صدر اون چیزی که می‌خواسته تا یه حدودی، حالا من نمی‌دونم واقعا افق دیدش چیه، ما هم صحبت می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، یه مدت کم رنگ بود اصلا نبود، باز دوباره سرکلاش به دوشه نشه نقشه داره. بعد آره اون چیزی که هدف برای خودش گذاشت رسید. متوجه ببینید شاید. پس نگید نمیشه، من برای همین میگم برای گفتم اصلا. ما مثل موفقیت یا حرف نمیزنیم که آوی فقط این اصلا شما میتوانید با یه متر و نیم قد مثلا بسکتبالیست اول دنیا یه چرت و پرته. خب نه، یک زمینه باید باشه، اون زمینه رشد داد، یه استعداد ذاتی باید داشته باشی طرف، اونو رشد داد به اون سمتی که باید بره بره. و من بارها پشت سر ایشون گفتم، گفتم ایشون حجت رو به خیلی ها تموم کرد، مثلا ما اسباب کشی داشتیم ایشون کمک میکرد میرم میاد، بعد خیلی زحمت، چرا مگه چیه بقیه کمک میکنن، ایشون ام اس داشت. خب با این وجود این حرکات بدنی براش بد بود، نباید انجام میداد. من هم میگفتم بابا از این کار نکشید، میگفت خودش ولمون نمیکنه، مسابقه میداد. حالا ما چی توفه یا ولی توفه نه، من دارم میگم شما که نمیگی. به خدا قسم، به خدا قسم هیچ هماهنگی بابت این حرفا و اینجور چیزا واقعا نکردیم، یعنی بحث به این سمت رفت. بدونید من برای شما میتونم برای شما ده ها مثال مثل ایشون بزنم. دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. توی مؤسسه فکر نکنید همه آدم‌های حوزه علمیه، یا تو فکر نکنید. نه 90 درصد اصلا همه‌شون 90 من پایش آماری دارم. پایش آماری دارم 90 درصد بچه‌ها اصلا تو این فضا نبودن. یه روز یه بنده خدا اومد چی؟ خانواده بالا. خانواده اشکال نداره که الانی که من با شما صحبت می‌کنم من جاهایی صحبت می‌کنم از امیرالمومنین میگم که اصلا نمیتونید برید. من این الان برای شما به خاطر شما آندامان... به خاطر شما کرواتش در آورده. آره. این کرواتیه. خب من رو دریای آندامان دعای عهد خوندم. من جاهای کارهایی کردم که اصلا شما نمیرید. علت داره، چون این آقا حمایت کرد. ببینید یکی از چیزهایی که برای شما ممکنه اتفاق بیفته اینه آدم‌های غیر مذهبی رو از خودتون نرونید. نمیدونید اون آدم‌ها چه آینده‌ای رو ممکنه به تصویر بکشن. من زمانی جاهایی صحبت‌هایی کردم، کسایی رو وصل کردم به این مجموعه که اصلا شما ببینیدشون میگید اول من دست بمیزم نجس میشه، ولی ایشون اون موقع نمیدونست. باز هم من میگم زمانی آقای رایفور از من و امثال من حمایت کردن که اصلا نبود. بابا یه بار یه سخنرانی داشتم، یه تیکه به انریکو انداختم تو سخنرانیم، بعد انریکو آمریکا، انریکویی که تو آمریکاه. خب بعد خواننده است، بعد میگن مادر بزرگ شیرانیه، نمیدونم چیزا میگن. خلاصه آخه ملت میگم مثلا مونیکا بلوچی رو میگفتن بلوچه، بابا مونیکا بلوچی خب یاره ایتالیاییه. خلاصه ملت این چیزا میگن، کاری ندارم. میگفتن اینجوری همش حرف میزدن. بعد من یه نفر اومد، این فنای چیز بود، انریکو بود تو ایران، شما به انریکو، من چیزی هم نگفتم، مثلا همین حرف میزدم. معلوم مثلا که خالی میمندن، حالا مثلا کیه، حالا مثلا چیه که حالا مثلا مادر بزرگ ایرانی علیه افتخاری الزاما. بعد اینو گفتم، گفت شما، من نمیدونم ایشون بود یکی دیگه از همین بچهای که این تیپی اومد گفت استاد شما وقت خودتو نگی، این با من بردشون طرفی بودم چی بهش گفت پنده قبل آقا شما مؤسستون کجاست، من فلان چیکار کرد. بعد بعدم آدم گفتم چیکار کرد، گفت هیچی، عکسای که تو کنسرت اینریکو رفته بودم بهش نشون دادم. گفتم داداش من خودم اینجا بودم، تو آرزوت بری اونجا، من اونجا هم هست. ببینید میخوام به شما بگم ما یه چیز داریم به اسم فطرت، خب که خدا هممون رو بر مبنای اون خلق کرده، و آدمیم تو اون آدمی، میخوای تو آمریکا باش، میخوای تو چین باش، میخوای نمیدونم تو هر جایی میخوای زندگی کنی، این همون چیزی بود که پیامبر رو روش دست میذاشت. متوجه؟ پیامبر اومد یهو مشروب حرام اعلام کرد؟ نه. چند سال حجاب زمان برد، نماز زمان برد، همه چی زمان برد. بابا این آدم کلید برق چه دکمه رو بزنه تغییر کنه؟ زمان میبره. حالا بعضی میگن نه از اول، به دو تا گروه هم لحاظ نکنی تو ذهنتون. یکی بارها گفتم، یکی خیلی بی‌دینا، یکی خیلی حزب اللهیا. اینا تحلیل غلط بهتون میدن، چون جامعه رو درست بگید. ببین الان خیلی از شما مثلا بهتون میگه آقا الان ردیف شده، بیاد برید حرم امام رضا یه زیارتی کنید، هتل آخ خدا پاشیم بریم. ممکن هم آدمی هم باشی، حالا مثلا جاده شمال دو تا آهنگم گوش میکنی، کافرم نیستی. خب خیلی مردم این شکلن، تیفن، یکی به این مثلا به این آ نزدیکترن، یکی به نزدیکتره. بعد ما میایم دستبندی میکنیم، نه تو
تو اگر میخوای جزء آها باشی دیگه باید اینو 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 بابا زمان بده بعضی از اینا قانع باید بشه طرف براش جا بیفته. یه عمری مدلی زندگی کرده. تو اگه تونستی عزیز من نمک و غذات بذاری کنار، عادت کردی نمک بزنی، غذا شور بخوری مثلا، غذا نمکی بخوری، اینا میتونه بذاری کنار. ولی زمان باید ببره. آدما کلید برق نیستن. شما الان تصمیم تغییر میگیرید تو این جلسات میاد، بعدن چی میشه؟ فکر نکن فردا تغییر میکنی. نه، تو عادت کردی این ساعت خوابی داشتی، آروم آروم بعد دو سال برمیگردیم که من که مثلا تا لنگ زور میخوابیدم واقعا الان 8 صبح دارم بیدار میشم، یه تغییراتی کردم. من چیکار کنم؟ سوال من جواب بدم؟ نه، یه عکس رو الان میخوایم اینجا بندازیم که من اوایل که کرونا اومد ما تو دفتر بودیم، آقای رائفی داشت لایو میرفت، من یه جمله‌ای رو خیلی تو ذهنم موند، گفت آقا این کرونا معلوم نیست ما زنده بمونیم یا بمیریم، یه کاری بکنید که اگر مردید بگن پاکار امام زمان بود و این ادامه داره. میدونید که شما اگه مثلا شما بگی آقا من تا زمانی که میتونم 100 تا صلوات روزانه میفرستم، خب شما بمیرید وسط اون مسیرتون، بمیرید از بین برید، خدا تا قیامت برای شما اون رو در نظر میگیرد. برای همین آقا میگفتن که از استاد میفرمودن که پاکار امام زمان باشید. آقای حکیم، ما بهش میگفتیم حکیم باقر، الان میاد نورو کم میکنم. بعد ایشون کارش طب سنتی بود، یعنی اگه از من میپرسیدن کسی آخرین نفری که در مصاف از کرونا میمیره که، من میگفتم ایشون. چرا؟ چون بدن قوی اصلا رعایت شده، همه چیش اوکی بود، تازه دخترش به دنیا آمده بود و حالش خیلی خوب بود. من مثلا دو هفته قبل از فوت ایشون دیدم سر حال، شوخی به من میگفت برو دیگه چیکار داری میکنی فلان کن دعای عهد و همین چیز صحبتای با من میکرد. بچه‌ها به من زنگ زدن که آقا دعا کن براش. من خیلی جالب بود، من پیش خودم گفتم نمیمیری که، دعای ولی چرا خدایا. یکم جدی‌تر شد. من کاری به این ندم که چه اتفاقایی برای بچه‌ها افتاد، چقدر بعد خوشمشرب بگو بخند، تایپ آیه کامل، یعنی یه آدم باحال امام زمانیه. ما همه دعای عهده همیشه تو گوشمون هست، این تأکیدی که من میکرد برای یه کاری رو، و فوت کرد. ولی پاکار امام زمان بودا، ولی تو این حوزه بودا، ولی تا قیام قیامت برای این مینویسن. این آدم ولی یه تضمینی بدید شما نمیمیرید، یه تضمینی بدید تا فردا نمیمیرید، مطمئنی؟ اگر حالا گوش کن، اگر هدفو مشخص کردی گوش کن، داری به سمتش میری، خدا هر همون راه میره. میگفت راه پیدا کرده بود، درست داشت من کجدار و مریض میومد، اما داشت میومد، من خدا میبخشم. اما نه، خیلی مراعات کن، داشت اشتباه میرفت، مردش رو مراعات کردن رو ببرن، بعد داری اشتباه داری میرفت، شمال بیری داری میری جنوب. اگر هدفت رو پیدا کردی، کی وقت میکنه ما و کجا. من که از واقعا بعضی موقع میگفتم اگر اعتراف به گناه بد نبود، من میمودم به گناهام اعتراف میکردم. برای اینکه فکر نکنید آقای گناهکار نمیتونه بیتون، نه، من خودم تو اینجام، خدا گواهه به این مشکی که برای از زهر و تنم کردم، خب من خودم گناهکارترین آدم اینجام میدونم، واقعا اینجوری میدونم. با نه که الکی میگم، چون گناه از نظر خدا با گناهی که ما چیز میکنیم اینا خیلی فرق میکنه. خب زنا تو اسلام 4 تا شاهد میخواد، یعنی دنبال اثباتش خدا نیست. قتل 2 تا، کدوم مهمتره؟ معلومه قتل، معلومه قتل. ببین میگم سخت‌تر اثبات بشه، میگم حالا نمیگم زنا کار درستی یا نه، اما منظورم چیه؟ منظورم آب از ما میگه غیبت بدتر از زنا، اصلا مدل خدا فرق میکنه. این مسیر رو درست پیدا کن. حالا دارم زحمت، بله ممکن 20 سال دیگه برسی، منم حالا اهدافی دارم که بهش نرسیدم، حتی بعضا دچار سرخوردگی شدم بابت این که آقا چرا من به این هدفو نرسیدم، چرا بیخود یه چیز 15 ساله رو خواستم 5 ساله برسم، نمیشه، بپذیرم. اما وقتی تو این مسیر رفتی، خدا بر همون راه مینه، میداش میومد. این بچه‌مه، ما بچه خداییم، مربیمونه، دوستمون داره، از پدر مادر عاشق‌تره. تو مثلا میفهمی بچه‌ت تا پدر مادر نشه نمیفهمی من چی میگم. واقعا یه نعمت خدایی که پدر مادر میکنه که بفهمه یعنی چی. بچه‌ت اشتباه میکنه، پذیرفته، اما هنوز اون چیزی که شیکونده رو جمع نکرده، اما تو راضی، میگه فهمید اوکی داره سمت خودم میاد، فدا سرش. واقعا این اتفاق میفته ها. اینجوری اگه خودمون نسبتون رو با امام زمان، نسبت بچه نسبت به بابا دیدیم، ببین بابامونه، این مسیر رو انشالله درست میریم. ایشون هم خیلی آدم امام زمانی بود، خدا رحمتش کنه. و من هم رفیق بازم میرم سر قبرش میشینم، گفتم رفیقم و رفیقی که همیشه فقط واسه زنده بودن نخوتت که، خب ایشون برای من سنگ تموم میذاشت، منم براش سنگ تموم میذارم تا جایی که بتونم.
این واقعیت برای چی؟ به خاطر اینکه اون چیزی که با برادرای ایشون به من میگفتن که برادرای ایشون میگفتن که با شماها جورتر بود تا ماها، یعنی حتی میتونه پیوندهایی بین آدما به وجود بیاد که از برادری ژنتیکی چیه محکمتره. خب نمیشه الان به خود من نگفته بودن، اما ببین همین الان بازم دارن رفیق بازی میکنن، یعنی عکسش آوردن اینجا رفتن بیادشون امسال رفتن کربلا و من نرفتم، اربعین نرفتم موندم، رفته بودن همه جا رو در کلمنا عکسشو چسبونده بودن این طرف، یا فاطمه برش بفرستید. خب کسی که شاید نمیگم خانواده‌اش دارن زحمت میکشن براش، اشتباه نشه اونا نرفتن، اما شاید خانواده‌اش میرفتن انقدر از این کارو براشون نمیکردن. من یه نکته دیگه هم بگم بعد میرسیم به شما بچه‌ها. من به شخصه به یه چیز رسیدم. من یادم یه زمانی ما دفتر نداشتیم، این دفتر نداشتن شما نمیدونید یعنی چی. یه جا به ما گفت دفتر بگیر، ما رفتیم اندازه گرفتیم، چوب خریدیم ساختیم برای اونجا، یعنی ما این گوشه ها رو هم در آورده بودیم که میزه حتما اونجا بره. خیلی دقیقاً مثلا صبح اعصاب کشی گفتش که من اینجا نمیتونم به شما بدم، یه آقایی بود آره من نمیگم اسمش، نداد به ما. بعد اونجا رو چیکار کرد بماند که اونجا رو چیکار کرد کلاس فلان و اینا، من نمیگم چیکار کرد. من یه دفعه پشت موتور گفتم که حاجی میشه از امام زمان بخوای که یه ساختمون سه طبقه بهمون بده؟ قشنگ من یادم برگشت گفتش که امام زمان میده. یه سالی تو فکر نکنم همون لحظه هم در زدیم در وا شد یهو از آسمون ریختن، نه. اما بعد یک سال یک سال و نیم ما یه جایی رو گرفتیم که سه طبقه بود، رفتم گفتم حاجی دیدی سه طبقه رو گرفتیم، بخواید از امام زمانتون بچه‌ها بخواید صراحتن مثل یه رفیق مثل یه دوست درد دل کنید حرف بزنید. آقا من این مشکل رو دارم بچه‌ها. ببینید ما هممون نوجوانی رو درک کردیم، هممون هم دچار یک سری اشتباهات و اختلال‌های شخصیتی بودیم و چاره‌ای هم نداره، جامعه ما اینجوری رفت میبره ما رو به اون سمت. اتفاقی که میفته چیه؟ یه جاهایی از خودشون بخواید، از امیرالمومنین بخواین، از امام زمان بخواین. امام زمان امام حاضر ماست، امام ماست. مامان باباها اگه با بچه‌هاتون دچار اختلاف سلیقه هستین از امام زمان بخواین کمکتون کنه، به خدا که جواب میده. بابا من دیدم شما باید بیاین، من میگم درخت براتون درفت بکشم اصلا بدونید معنی چیه. من حالا فیلم هم میگیرم نمیتونیم بگیم. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خدا بخواد به شرطی که شما بخواین، از امام زمانتون بخواین. زمانی ما دفتر گرفتیم سه طبقه که اصلا به مخیله کسی نمیگنجید این اتفاق بیفته. بخواین امام زمان صرفاً برای ظهور نباشه، برای خودتون هم باشه. از امام زمان بخواین، یه جاهای کمکتون میکنه، آدمهای رو جلو پاتون میذاره. نه یعنی بگید که من اینجوری نه که اینه آره تایید، یعنی که کمکم کن، منم میخوام یه نخودی تو این آش بندازم، خود شرطو برات، اما واقعا ته قلب باشه ها و پاکار باشید ها. به وقتش ممکنه 6 ماه طول بشه یا ما اونجا هم فردا باشه. خب بعد عجول نباشین، یه ایراده بعد برطرف کنیم. جواب بدم؟ بده. میرم میخوام. میگم آقا دمت گرم، تو امام منصوری قطعا پیروز میشی. یه شکست در کار نیست، ما رفتیم. نه ما یه دوستی داریم، بابک یه دوستی داریم، این کوله پشتیش تو ماشینش آماده است. یه کوله پشتی داره توش، مثلا کنسرو داره، لباس کفش. باور کنی این حداقل این که این کار نمادینه، متوجه اید؟ ما یه نشونه ای لازم داریم، ممکنه انگشترت باشه، اصلا ممکنه نمیدونم یک عکسی توی اتاقت باشه که این عهد بین من و تو هست، من شما رو فراموش نمی کنم. من اصلا دارم زندگی میکنم برای تو، من دارم زندگی میکنم برای اون روزی که بتونیم به واسطه شما، به برکت شما، به این مردم، به همه مردم دنیا خیر برسیم. به خودم رفتم چین، انقدر دلم بالا این چینیا میسوخت. 1,400,000,000 آدم صبح تا شب کار میکردن، نه خدایی نه زندگی، این ربات. میگفتم بابا کم هم نیستن لامصب، باید 4 نفر تو کره زمین یکیشون چینی، هر 4-5 نفر. خب این عدد به این گندگی، اینا چیان، اینا کیان، این بندگون خود. ببین ما باید نگران، خدا شاهده همین دیروز که دوستا گفت چرا اینقدر به هم ریخته ای، گفتم من الان ناراحتم بر مردم افغانستان تو این سرمایه که داره میاد، چون اونجا خیلی هواش سرده، اونا مثل ما نفت ندارن، گاز ندارن تو خونه هاشون، با زغال و نمیدونم چی و چوب و این چیزا باید سر کنن. بعد این الان دولت مستقرشون رفته، طالبان اومده، تو این تغییر حکومت و تغییر دولت اینا سختی دارن، مردمی که قدس خیلی هاشون دسترسی به غذای اساسی. خب من حتما باید ایرانی باشه. خب اون انسان اونو خدا فرده، امیرالمومنین میفرماد امام علی بین 1400 سال پیش کجا این حرفا زده شده؟ میگه که ای مالک، مردم دو دستن، یا برادر دینی تن یا در خلقت با تو یکسانن.
یعنی انسانه، بهش برس، کمکش کن. چه یه نه خانم، یه دقیقه من یه نکته بگم. من بعد صاحب جلسه شون، آره، من تشکر میکنم از بچهای مساف که تو این پاتوق آینه ها خیلی خیلی زحمت کشیدن، به واحد خانواده کمک کردن، از بچهای فرنگسرای اندیشه که واقعا پاکار ما بودن تو این شرایط سخت. شما میرید، شما فقط میرید، این وسایل و ساید افکتاتون اصطلاحا هم میمونه اینجا. من میخوام از استاد یه سری خواهش کنم، دعا کنن، اما اصل ایشون نیست، اصلا شمایید. ایشون دعا میکنه، شما آمینشو میگید. شما تقریبا هنو به سن بلوغتون کم گذاشته، کمتر از ما گناه کردید. خدا حرف شما رو بهتر میشنوه، بیشتر اهمیت میده. ما حالا بعد داریم بودیم آقا خدا غلط کردیم، توبه، خدای توبه. شما پاکید، خالصید، یه دعا میبینی شما به فطرت نزدیک. دقیقا یه همینه، دعایی میکنه، یه جرقه میزنه، این میبره بالا. من پس خود ایشون یاد گرفتم وقتی میخوای دعا کنی دو تا صلوات بفرست اول و آخرش که فرشته ها ببرن بالا و جرئت نکنن. پس اولین صلوات رو بفرستیم. یه اردوی رفته بودیم، یه روحانی با همون بود، راهیان نور رفته بودیم زمان دانش. بعد این حسین ازش دعا کنه، برای اینا کد گذاشته بود، گفت خدای 245. ما گفتیم الهی آمین. قبلا منو تعریف کرده 245 چیه. بعد میگفت خدایا بکش، میگفتیم الهی آمین، قلم عفو بر گناهانمون. خدایا نکش، الهی آمین، قلم عفو بر گناهان دشمنانمون. خود همش فعلاشو میگفت، بعضیش هم کاملا دو پهلو معانی مختلف میداد. حالا من دعایی که بخوام بکنم اینه: خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا کمکمون کن، خدا کمکمون کن، ما یه نقشی تو این نقشه بزرگ منتج به این اتفاق بزرگ جهانی و ظهور داشته، نقش مهم و خیر و درست داشته باشیم. خدا انشالله همه تونو خوشبخت و شما رو میگم و موفق بکنی انشالله. بعد دست اندرکاران این جلسه خیلی زحمت میکشن، همین من و شما، من که اولین بار دادم، شما میایید ممشید میرید و کسی از شما پولی گرفته برای این جلسات بیاید. خب و ما بدونید مؤسسه از یک ریال، والله العلی العظیم، این چرا اگه بود اینا سیاسیون میریختن اسنادشو میدادن بیرون، دیده فیش حقوق هم دیگه لو میدن دیگه. خب اگه بود میکنه، ما یک ریال بودجه بیت المال توی کارامون نیست. مثلا تهش چیه، رایزنی میکنم، کمک میکنم، مثلا این فرهنگ سرا سالونشو رایگان در اختیار بذاره یا کمتر مثلا پول بگیره، اینجوریه کارامون. بقیه‌اش هم چی، بچه ها از وقت خودشون میزنن، از تایم خودشون میزنن، مثلا ایشون از ما پولی گرفته، نه من میخوام مثلا برای چی همچین جلسه، خدا نکنه اون روز بیاد. حالا منظورم چی، منظورم این که بدون اینا دارن زحمت میکشن، انشالله خدا اگر مشکلاتی دارن، هوایجی دارن، از خودشون و خانوادهشون برطرف بکنه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.